بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبلی عرض کردیم تقسیم ادیان به ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی که در دنیا متاسفانه رواج دارد، این تقسیم صحیح نیست، مورد قبول اسلام نیست. چرا که اگر دین همون دین ابراهیمیه، از آدم علیه السلام شروع شده، از ادریس و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خدا ادامه داشته، این فقط دینه. بقیه مانند بودایی ها، مانند هندوها دین به مفهوم واقعی ندارن. شیوه زندگی است، یک نفر طرح ریخته و این طرح را ایده باور کردن. این مطلب اول ما بود. مطلب دوم در جلسه قبل این بود انبیا یک قانون داشتند. نمیدانم عمدن و یا سهفن آقایان کلمیان، یهودیان و مسیحیان این مطلب را ترک کردند، یعنی اعتراف نکردند، قبول نکردند. اسلام قبول کرده. اون اینه، انبیای قبلی که از آدم شروع میشه، در دین ابراهیمی منظورمه، در دین ابراهیمی از آدم که دین شروع کرده، یک دین بیشتر نبوده، این دین به شکلی بوده پیغمبر قبلی موظف بوده پیغمبر بعدی را هم معرفی کند و هم نیرو بسازد برای استقبال از آن. در جلسه سابق عرض کردیم همه انبیا این کار را کردند. حضرت آدم خانوادهش را برای استقبال از ادریس، ادریس پیرامونش را آماده کرد برای استقبال از حضرت نوح، حضرت نوح نیرو ساخت، مؤمن ساخت برای استقبال از ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم تمام انبیای بعد را معرفی کرد و نیرو ساخت به محض ظهور انبیای بعدی مردم از اونها استقبال کنند. اما پیغمبر اسلام در این زمینه به شدت مظلوم واقع شد. مظلوم، مظلوم. وقتی که ظاهر شد، مبعوث شد، از خاندان ابراهیم بود؟ بله. از نوادگان عموی حضرت موسی بود؟ بله. از پسرموهای دور نسبی حضرت مریم و عیسی بود؟ بله. همون خانواده بود، یک خانواده بودن پیغمبر اسلام با موسی، با عیسی علیه السلام. اینها همه آل ابراهیم بودن. به محض بعثت پیغمبر اسلام، یهود و نصارا اصل و قانون تصویب شده همه انبیای خودشون را زیر پا گذاشتن. یعنی انبیای سابق گفته بودن ما شما را تربیت میکنیم، مؤمن میسازیم، یکی از احکام شما استقبال و نیروسازی و نیروهای آماده در اختیار پیغمبر بعدی گذاشتن طبق دستور حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، طبق دستور حضرت عیسی سلام الله علیه. بنا بوده مسیحیان، ابتدا یهودیان بعد مسیحیان، مؤمنهای ما قبل اسلام باشند، به پیغمبر اسلام، به محض ظهور پیغمبر اسلام نیروی آماده داشته باشه از یهودیان، از مسیحیان به عنوان مؤمنان ما قبل بعثت. اما اینها عرض کردیم در جلسه قبل، اینها نه تنها نیروهای آماده و تربیت شده نشدند برای حمایت از پیغمبر، بدبختانه تبدیل شدن به دشمن. و اگر اسلام با اینها برخورد کرد، نه فقط به خاطر اینکه چرا به من ایمان نمی آورید، بلکه به خاطر این بوده چرا طبق دستور پیغمبر خودتان عمل نکردید که هم به نفع شما بود هم به نفع من. و اون این بود که شما کلیمیان، شما مسیحیان، بنا بوده طبق دستور موسی و عیسی علیه السلام نیروهای آماده، مؤمنین آماده باشید
به محض بعثت من پیغمبر اسلام از من حمایت کنید. این بحث جلسه قبل بود. از این نقطه به بعد نقطه جدیدی، بلکه نقاط جدیدی عرض می کنم. آقایان کلیمی ها، مسیحی ها نه تنها عرض کردیم کمک نکردن، آمدن طبق اعتراف بخاری در صحیح خودش، اون هم آخر کتاب صحیح بخاری به نام توحید، اعتراف کرده آقایان یهودیان به جای این که از مسلمانان بخواهن، اون هم تازه زمان پیغمبر یا پیغمبر تازه از دنیا رفته، بخاری در کتاب توحیدش نوشته ابن عباس فریاد کشید آقایان یهودیا بنا بوده شما ایمان بیارید، ما قرآن تفسیر کنیم به شما، ما از ما بخواهید قرآن را تبدیل کنیم به عبری شما بفهمید. اما چشم باز کردیم دیدیم شما تورات را از عبری در میارید، ترجمه میکنید به عربی، صحابه پیغمبر را برای خود شاگرد درست میکنید. این متن صریح کتاب توحید صحیح بخاریه. معنای این حرف معنای کوچیکی نیست. صاحبان وجدان دقت کنن، صاحبان اندیشه دقت کنن، بزرگوارانه به این قصه نگاه کنن، متعصبانه نگاه نکنن. چه مصیبتی است که بخاری اعتراف کرده در آخر کتاب توحید، اون هم در آخر صحیح بخاری، ابن عباس فریاد کشید کار عوضی شد، شما یهودیان بنا بود مسلمان بشوید، از ما بخواهید ما قرآن را از عربی به عبری ترجمه کنیم، عمل کنید. این چه کودتاییه؟ شما آمدید سر صحابه کلاه گذاشتید، فعلا مشغول ترجمه عبری تورات به عربی هستید تا یهودیان تورات را به مسلم یاد بدن. بنا بود قاعده این بود شما یهودیان ایمان بیارید، ما قرآن را ترجمه کنیم، شما تسلیم بشید. شما صحابه پیغمبر را تابع خودتون کردید، دارید یهودی درست میکنید. در همون صحیح بخاری باب توحید میگه دو تا مشکل بود. یکی این که مسلمین به جای اینکه قرآن را صادر کنن به زبانهای دیگر به جهان، آقایان یهودی چی کردن؟ تورات را ترجمه کردن به عربی. به جای اینکه مسلمین اسلام بسازن، مسلمان بسازن، آقایان یهودی متحول ساختن. این یک مشکل. از اون طرف تمام یاران پیغمبر، یاران واقعی مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار یاسر، حجر بن عدی، جابر بن عبدالله انصاری، اینها در یک اقلیتی بودن، آقایان یهودیا کاری کردن، همه اینها یا کشته شدن یا در تبعید مردن یا در خانه بازداشت خانگی به سر بردن. آن کسانی که سخنگوی اسلام شدن، تمیم داری مسیحی و وهب بن منبه مسیحی، کعب الاحبار یهودی، عبدالله بن سلام یهودی، قرائت مسلمین عبارت بود از قرائت عبی و زید بن ثابت. یکی یهودی بوده، یکی متعبد یعنی مسلمان بود، از خانواده غیر یهودی بود اما یهودی عمل میکرد. پس نتیجه میگیرم حاصل جلسه ما این شد، نه تنها یهود و نصارا به عنوان سربازان تربیت شده انبیای سابق برای انبیای بعدی کمک نکردند که هیچ، آمدن سربازان و اصحاب ساخته شده پیغمبر را تبدیل کردن به یهودی. تریبون های نماز جمعه ها در اختیار یهودیان بود،
نتیجتاً خاندان پیغمبر را قتل عام کردن، چند تا شیعه مونده، هنوز ما شیعه ها در اقلیتیم. عملا هم در دنیای امروز میبینید که سعودی ها که مدافع خط آقایان صهیونیست ها بودن هنوز هم با اسرائیل یکی هستند، شیعه ها را در محاصره دارن، همیشه مورد حمله قرار میدن و ارتش برونمرزی ساختن به نام داعش و النصره کشتن مسلمین را حلال کردن. این مصیبتی است که باید اهل کتاب یهود و نصارا در این زمینه دقت کنند و دیگران هم قضاوت کنند. ما مبشر رحمت بودیم، ما مدافع حضرت حابیل و اسماعیل امام حسین هستیم، سر می دهیم اما سر کسی را نمی بریم. داعش ها و النصره ها سر می برن، اونا قابلی هن. ما فدا می شویم بر بشر، اونها فدا می گیرن بر خود. این دو اسلام با هم مخلوط نشود. ولا حول ولا قوة الا بالله.